کار باقی مانده 3 بخش شاهراه سالنگ از 4 اسد سال جاری آغاز خواهد شد. امارت اسلامی افغانستان فعلا کار شروع کرده، خدا خیرشان بده دیگه. به خاطر که یکی از سرکای است که تقریبا 12 ولایت افغانستان رفت آمد داره و یکی از سرکای بین المللی افغانستان است. نه تنها 12 ولایت افغانستان که تمام کشورهای آسیا میانه به مرکز افغانستان از طریق افغانستان به دیگه کشورها را پیدا میکنند. واقعا با جور شدن این سرک، با جور شدن تونل های سالنگ یک سهولت بزرگ فراهم میشه. بله بله انشاءالله. کیا موانعیت قرار میدادن سرک جور نشه؟ موانع مردم چندین بار در دولت گذشته پیشنهاد دادید، چون مردم سالنگ بسیار به تعلیف هستند از این وضعیتی که فعلا جریان داشت. پیشنهاد خود دادن محسن سفیدا مردم سالنگ، اما دولت گذشته جدی نمیگرفتی وضعیت و وعده و وعید زیاد میدادن اما کار نمیکردن. این که دلیلش چی بود خدا میدانه دیگه، به خودش آمده. حال فضل خدا نه زورمند است نه زورواک. نه زورمند است نه زورواک، کارشان انشاءالا پیش میبرن. یا وزارت فواید عامه کار باقی مانده بازسازی و ترمیم شاهراه را در 3 بخش آغاز نموده و به منظور تنظیم بهتر رفت آمد وسایط ترانسپورتی از تمام دریوران وسایط باربری و مسافربری تقاضا می گردد از تاریخ 4 اسد سال 1403 در جریان و رفت آمد و نوبت را جدی در نظر بگیرند. وسایط کوچک تید رفتار برای این وسایط مسیر بدیل آماده شده که همه روز از ساعت 6 صبح الا 6 شام دو طرفه رفت آمد کرده می توانند. سلام و صبح بخیر به همه بینندگان چنل یوتیوب کلتوردان کلتوره. امیدوارم که همه تان جور و صحتمند بوده باشید. ما امروز از شهر کابل در طرف ولایت های شمالی افغانستان، البته ولایت فاریاب سفری داشتیم. فعلا در منطقه سالنگ جنوبی، البته در شروع سالنگ به خاطر نان صبح استاد شدیم. ببینیم که منظره های زیبای سالنگ شمالی را. پر اینجا هم شروع سالنگ هست، این رفت پل دوشاخ میگن دوشاخ این مطرم پیلن تاسو درست بگردن. اینجا سالنگ شروع سالنگ هست مربوط به ولایت بغلان. باز کنجام بگردم اینجا شروع کردم میره سالنگ هست. بازنم تو سالا رفتم میرم بیم دریای از بالای سالنگ میرم. تو از دمی تقریبا دمی حدود 20 سال اگر شما متوجه باشید تونل هر وقت تیر میشدی با مشکلات خود داشت، حتما یا سرکش خراب میشد یا هم دن میشد، بسیار مشکلات داشت. قیر کار نمیکنه در اینجا به خاطر از اینکه اینجا در زیر در طبقه زیر هم آواز و در بالای سر از یک آواز است در ازی شده و قسمت که من هولایی که تقریبا هاو که از داخل خود تونل جمعواری میشد قبلا در این وسط بود. باز ما این را بردیم در او بغل که نصفش طرف شمال میره
نسبت به اون طرف جنوب می با ما استاندارد خیلی بالا و مطابق با ما خواست مردم افغانستان چیزی که امارات میخواست به مش شکل شویش الحمدلله سرک ساخته شده. وسایت باربری و مسافربری بزرگ 303 404 و 580 ها می توانند به شکل نوبتوار از ساعت 6 عصر الا ساعت 6 صبح یک شب از طرف شمال به جنوب و شب دیگر از جنوب به شمال در مسیر اصلی رفت آمد کرده می توانند، اما وسایط تیز رفتار مسافربری نمی توانند از طرف شب در زمان یاد شده رفت آمد نمایند. از این جهت که تونل سالنگ ما یک ساختمان مهندسی در نظر نگرفتیم، جدا از این اولا اولویت ما به این دادیم که تونل سالنگ یک اثر تاریخی کشور است. با حفظ امانتداری و این را کوشش نهایی کردیم که هیچ سیستم از این خراب نشود، سیستم های گذشته و زیربنایی که در این بوده، و به می خاطر به عنوان یک اثر تاریخی مهندسی کشور تونل ترمیم شد و الحمدلله امروز ما بسیار زیاد خوشحال هستیم. بالکل همونطور است، بالکل همونطور است. یک روز یکی از دوستای دیگه هم با ما یک مصاحبه گفتم که هر کشور اولاد خودش می سازه و این تاریخ هم ثابت کرده که هیچ وقت بیگانه نمی یک کشور ما و شما را هیچ کشوری را بسازه، و می خاطر جای بسیار خوشبختی بود که کارگر ما، انجینیر ما، حتی سیخ ما، سمنت ما هر موادی که استفاده کردیم الحمدلله اکثریتش از خود افغانستان بود، تولید کشور ما بود، و این بسیار جای خوشحالی است. وزارت فواید عامه از تمام هموطنان عزیز و دریوران تقاضا می نماید تا نوبت و قوانین ترافیکی را مراعات کرده و در تطبیق بهتر از این پروژه ملی با تیمهای صاحبی این وزارت همکاری نمایند. وزارت فواید عامه تلاش می نماید تا با اعمار، بازسازی و ترمیم شاهراها و سرک های کشور برای هموطنان عزیز و دریوران سهولت های بیشتر ترانسپورتی را فراهم نماید. الحمدلله در این مواد با کیفیتی که لازم برای بود مطابق دیزاین استفاده شده، و بعدیش که حفظ مراقبت است، حفظ مراقبت وظیفه واجبه هر فرد است. با این پروژه ملی و هر پروژه ملی بر خاطر نگهداشت حفاظت زو باید ما توجه کنیم که عمر خدمتی زو را اضافه میکنند. اگر ما مراقبت هم نکنیم باز هم قاعده است که پروژه زود خراب. دیگه ما از وطندارای خود، از هموطنای عزیز خود خواهشمند هستم که در این در توناج در هر چیز دقت کنن که از حد زیاد وزن بار نکنن، و دیگه صفاکاری اینجا را که کسایی میکنه تیم قویکار اینجا وقتی که برف پاکی میکنن ماشین آلات خیلی قطع کانکریت گذاره کنن، اینمی باعث خرابی کانکریت چی میشه که اینمی تخریب سرک میشه که وقتی قویکار ایره پاک میکنه ایره باید مد نظر بگیره و دقت کنه وقتی برف پاک کردن به کانکریت آسیب نرسه.
انجینران بخش کانکریت ریزی تونل سالنگ ها می گویند به خاطر حفظ و مراقبت از راه ها مردم ما باید همکاری جدی داشته باشند. حفظ و مراقبت راه های مواصلاتی کشور نه تنها سالنگ ها بلکه تمام راه ها وجیبه هر فرد هموطنان است که استفاده درست از آنها عمر راه ها را زیادتر می کند. اگر حفظ و مراقبت صورت نگیرد کانکریت ریزی و قیر ریزی خراب می شود. به گفته مسئولان گذرگاه سالنگ مسیری که پایتخت را به ولایت های شمالی و شمال غربی افغانستان وصل می کند که در آستانه بازگشایی قرار دارد. انجینیر شرکت برکت زی پیمانکار بازسازی شاهرای سالنگ می گوید که این شاهرا برای نخستین بار است که به گونه اساسی بازسازی می شود و به گفته وی بیشتر موادی که در بازسازی سالنگ ها کار گرفته شده از منابع زیرزمینی افغانستان و از فراورده های داخلی کشور است. گفتنی است که از 3 ماه پیش کار روی بازسازی سالنگ ها آغاز شده بود. با بسته شدن این شاهراه سالنگ اکنون مسافران و موترهای باربری و مسافربری از راه های دشوار گذر با تحمل فاصله های زیادی و زمان بیشتر رفت آمد می کنند. گفتنی است که تونل سالنگ در دهه 40 هجری شمسی توسط مهندسان و پیمانکاران شوروی سابق احداث کردید. دو وسایت سنگین وزن که یا اضافه از حد معیارشان بار انتقال میدن، این باعث تخریب شارها و سرکا شده. ما برای فعلا هم پلان گرفتیم که تا وسایت کلا